زبانیام، مرجع آزمون‌های زبان انگلیسی. سلام، من رسول هستم و به جلسه سوم دوره گرامر جامعه آکادمی زبانیام خیلی خوش اومدید. طبق روال گذشته اول یه مرور می‌کنیم از جلسات قبلی و بعد درس جدیدمون رو شروع می‌کنیم. در انتها هم یک مرور از آنچه که در این جلسه میگیم داریم. اگه حس می‌کنید به مرور جلسه قبلی نیاز ندارید، می‌تونید از قسمت تایم‌لاین ابتدای جلسه جدید رو انتخاب کنید و فقط اون قسمت رو ببینید. اما بریم سراغ مرور. تو جلسه قبلی گفتیم که برای اینکه گرامر رو بشناسیم باید واحدهای زبانی رو بشناسیم. توضیح دادیم که در هر زبانی یک الفابتی وجود داره، حروفی وجود داره که بهش میگن الفابت و یا letters، که این حروف‌ها کنار هم وردهای کلمات رو تشکیل میدن، کلمات کنار هم عبارات یا فریز ها رو تشکیل میدن، عبارات کنار هم کلاس ها رو تشکیل میدن، جمله واره ها، و جمله واره ها کنار هم جملات رو تشکیل میدن. برای همین من اومدم گفتم بیاییم با دو نوع گرامر با هم آشنا بشیم. برای اولین بار گرامر پارشال یا جزئی، پارشال گرامر، و گرامر ساختاری یا استراکچرال گرامر، اون چیزی که ما همش باهاش سر کار داریم برای اینکه ببینیم ساختار جملمون کامل هست، از این نظر که جملمون فاعل داره، فعل داره، و اگه فعلش نیاز به مفعول داره، مفعول جمله هم هست، مفعول مستقیمه، مفعول غیر مستقیمه. اینا رو تو گرامر ساختاری با هم بررسی میکنیم و تو گرامر ساختاری مهارتش رو یاد میگیریم. اما برای اینکه گرامر ساختاری رو خوب یاد بگیرید، باید یه مقداری از پارشال گرامر یا گرامر جزئی بدونید. پارشال گرامر یعنی چی؟ گفتیم کلمه پارشال از پارس میاد و این یعنی این که اگه ما تمام کلماتی که در زبان انگلیسی وجود داره رو بخوام در دسته ها و پارت های قرار بدم، میتونم همه رو در 9 دسته قرار بدم. ما اون 9 دسته رو با یک لیبلی، با یک تیتری به عنوان parts of speech که بهش در فارسی میگن اجزای کلام، شروع کردیم درسمون رو. گفتیم بیاییم با این اجزای کلام که مواد اولیه کارمون هست یه مقدار آشنا بشیم و بعد وارد structural grammar یا grammar ساختاری بشیم. قبلا هم توضیح دادم اون چیزی که در جلساتی که با من دارید میگم اصلا نیازی به حفظ کردن نیست، مخصوصا این مطالبی که اینجا میگم رو اصلا نباید حفظ کنید. فقط دارم اینها رو هی براتون تکرار میکنم که این گوشتون اون کلمات عادت کنه که وقتی جلوتر من در structural grammar یا grammar ساختاری دارم این کلمات رو میگم word، میگم clause، میگم phrase، براتون گنگ و نامفهوم نباشه. برای همینه که من در جلسات ابتدایی باید این زیربنا رو براتون بسازم. خب گفتم بریم یه مقدار راجع پارشال گرامر با هم صحبت کنیم. برای اینکه پارشال گرامر رو بشناسیم باید پارتس آف سپیچ یا همون اجزای کلام رو بشناسیم. خب گفتم در زبان انگلیسی تمام کلمات رو در 9 دسته ما میتونیم دسته بندی کنیم. دسته اول که پرکاربردترین، پرتعدادترین کلمات هستن نمز ها هستن یا اسم ها. تو نمز ها دو چیز رو بررسی کردیم: common و proper بودن، اسم عام و خاص بودن، و countable و uncountable بودن، اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش بودن. گفتیم اون چیزی که تو گرامر بهش نیاز داریم اینه که هر وقت یک کلمه جدید رو یاد میگیری و فهمیدی که این کلمه اسم هست، برو چک کن ببین این اسم countable یا uncountable، یعنی قابل شمارشه یا غیر قابل شمارشه. کجا چک کنم؟ حتما هر کلمه جدید رو که یاد میگیرین بچه ها تو دیکشنری چک کنین. حتی اگه اون کلمه رو بلد هستید، یه نگاه انداختن اجمالی هیچ چیزی از شما کم نمی کنه، بلکه این اطمینان خاطر رو بهتون میده که هم تلفظ درست کلمه رو، هم املای دقیق کلمه رو، هم نکات گرامری که ممکنه شما از دست داده باشین رو بهتون یادآوری کنه. پس گفتیم برای نام ها countable و uncountable مهمه، و وقتی فهمیدید countable برین چک کنید که اسم جمعش چه شکلیه، regular جمع بسته میشه یا irregular جمع بسته میشه. مثالاشو براتون زدم. اگه الان از من بپرسید برای چی باید اینا چک کنم، جوابی براتون ندارم که بدم. باید بذارید من تو ادامه جلوتر که رفتم خودتون درک کنید که چرا من هی میگفتم باید چک کنید.
مخصوصا دو قسمتی که ما برمیگردیم راجع مطابقت فاعل و فعل مفصلا با هم صحبت میکنیم. پس لازمه برای اینکه به گرامر تسلط داشته باشی وقتی اسم رو یاد میگیری بدونی کمتابل یا انکمتابل و اگه کمتابل رگولر جمع بسته میشه یا ایرگولر جمع بسته میشه. نکته مهمی که راجع به نمها هست اینه که من یاد بگیرم اسمها یا نمز چه نقش های گرامری رو در زبان انگلیسی بازی میکنن. گفتم 3 نقش گرامری اصلی دارن، یا نمز، اسمها میتونن فاعل باشن سابجکت، یا مفعول فعل باشن. یعنی شما یه فعلی تو جملت استفاده کردی که این جمله این فعله برای اینکه کامل بشه معناش نیاز به مفعول داره که من تو این جلسه راجع به فعل‌ها و اون صحبت می‌کنم و مفعولتون کامل هست، اون وقت یک نمر دیگه باید استفاده کنیم. پس 1 فاعل، 2 مفعول فعل، 3 نقش گرامری که اسم‌ها دارن و احتمالاً شما تو جلسات قبلی اولین بار بود که شنیده بودید، مفعول حرف اضافه است. اون اسمی که اون عبارت اسمی که بعد حرف اضافه میاد میشه مفعول حرف اضافه. برای اینکه فقط مفعول حرف اضافه رو درک کنی من مجبور شدم به پرپوزیشن ها رو هم بگم. چه پرپوزیشنز یا حرف اضافه؟ حروف اضافه حروفی هستن که تو دیکشنری اینا رو با اسم حروف اضافه میشناسیم. یعنی اینجوری نیستن که فکر کنید یک حرف ا ب س، اینجوری نه، یک کلمه که به عنوان حرف اضافه شناخته میشه، مثل این، آن، آندر، بنیث، افتر، بای، اینا هم اینساید، اوتساید، نه همه حروف اضافه. دقت کن وقتی میگم حروف اضافه یا پرپوزیشن دنبال یک تک حرف نباش، یک کلمه است که تو دیکشنری اون رو با حرف اضافه یا پرپوزیشن نشون میدن. خب هر وقت، نکتهش قبلا هم تو جلسه قبل گفته بودم، هر وقت حرف اضافه دیدی اون چیزی که بعدش میاد یک اسمه و به اون اسم میگن مفعول حرف اضافه. این شده از نامز و پرپوزیشنز. تو جلسه دوممون راجع به پرونامز صحبت کردیم. پرونامز یا زمایه کلماتی بودن که جانشین اسم میشدن. من برای اینکه از تکرار اسم جلوگیری کنم میام جانشین اون رو استفاده میکنم. اینجوری جملم هم کوتاه‌تر میشه، هم فهمش راحت‌تر میشه، هم راحت‌تر انتقال پیدا میکنه. به این دلیله که زمایل اومدن. خب نکته مهم، هر نقش گرامری که یک اسم میگیره یک ضمیر هم میگیره. چرا؟ چون ضمیر جانشین اسم میشه. پس هر نقش گرامری که یک اسم میگیره ضمیر هم میگیره. اصلا به همین دلیله که ضمایر متفاوت ایجاد شدن. ما ضمیر فاعلی داریم، ضمیر مفعولی داریم. اوکی؟ من توی جلسه جدا حتما فقط اختصاصا توی پلیلیست دیگه راجع به ضمایر براتون صحبت میکنم. یعنی کاملا اگه ضمایر رو نمیشناسی نگران نباش، همین انقدر کافیه. اگه میخوای اطلاعات بیشتری بگیری حتما اون ویدیو رو نگاه کن که کاملا راجع به ضمیر باهات صحبت میکنم. خب پس ضمیر کلمه‌ای که جانشین اسم میشه و همون نقشه گرامری رو میگیره که یک اسم میگیره. پس ضمیر هم میتونه فاعل بشه، اون وقت باید از سابجکتیو پرونام ضمیر فاعل استفاده کنیم. میتونه مفعول فعل یا مفعول حرف اضافه بشه، اون وقت از ابجکتیو پرونام باید استفاده کنیم ضمایر مفعولی. من حرف اضافه هم اینجا بنویسم جلوش که شما گمش نکنید. آخرین نوع کلمه‌ای که جلسه قبلی با هم صحبت کرده بودیم adjectives یا صفات بودن. صفت‌ها کلماتی هستند که اسم‌ها رو توضیح میدن، راجع به یک اسم اطلاعات بیشتری میدن. مثالش رو براتون زده بودم: good boy, tall boy, bad boy, a handsome boy. خب این داره اون کلمه بوی رو توضیح میده، چقدریه بلنده، چه شکلیه خوشتیپه، چه جوریه گوده، پسر خوبی. پس صفت ها که دارن حالا راجع به اسم ها توضیح میدن دقت داشته باش که معمولا، بازم دارم میگم معمولا، نه همیشه،
همراه اسم میان. کجا میان؟ قبل اسم یا بعد اسم؟ good boy قبل اسم، tall boy قبل اسم. پس صفت کلمه است که راجع به یک اسم توضیح میده و قبل اسم میاد. اوکی؟ و گفتم که معمولا همراه اسم میان، چون وقتی راجع به صفت ها بعدا داریم صحبت میکنیم، یه دسته از صفت ها هستن که تنها میان و اصلا نیاز به اسم ندارن. بهتون میگم کجا، عجله نکنید. ولی این ساخت، این کلیت رو یاد بگیرید که صفت میاد یک اسم رو توضیح میده. تو این جلسه بریم چند نوع دیگه ای از کلمات رو یاد بگیریم تا این چارت پارتس آف اسپیچ ما کامل بشه. اینو باز کنم. نوع پنجم کلمه ای که میخوام بهتون یاد بدن بچه ها دیترمینرز هستن. این دستبندی جدیدی نیست، یعنی مندرآوردی نیست، اما این رو کم میشنوید به این دلیلی که شما اصلا پارس آف اسپیچ یا اجزای کلام رو یاد نگرفتید، یه خود رفتید تو دل گرامر. به دیترمینرز اسمش تو فارسی خوب ترجمه شده، راحت میتونی یاد بگیری. به دیترمینرز ها به فارسی میگن وابسته پیشرو اسمی. من از همین ترجمه فارسی میخوام چند تا چیز رو بهتون بگم. یک، وقتی میگیم وابسته هستن یعنی هیچ وقت تنها منفرد نمیان. من هنوز دیترمینرز ها رو معرفی نکردم، میگم این چیزی که میخوام الان براتون معرفی کنم دیترمینرزه. دیترمینرز ها به فارسی شدن وابسته پیشرو اسمی. میخوام از همین اسم ترجمه که براش شده یه نتیجه گیری کنیم با هم. پس این وابسته است، تنها نمیاد، یعنی هر کلمه ای که تو گروه دیترمینر ها قرار میگیره تنها استفاده نمیشه به عنوان دیترمینر. پیشرو هستند، وقتی میگیم پیشروان پس پسرو نیستند، یعنی پیش از اسم قرار میگیرن، قبل از اسم قرار میگیرند، نه پس از اسم. پس همیشه جایگاه دیترمینرها قبل اسمه. اسمی هستن، یعنی چی اسمی هستن؟ یعنی همراه فعل نمیان، همراه صفت نمیان، همراه کلمات دیگه نمیان، بلکه همراه اسم میان. پس دیترمینرز ها یا وابسته پیشرو اسمی قبل اسم، همراه با اسم و فقط همراه با اسم، نه کلمات دیگه. تا اینجا اوکی؟ تو دسته وابسته پیشرو اسمی دو تا گروه هست، اینا چهار تا گروه هست. من بخونم براتون: articles, demonstratives, possessives و qualifiers. چهار تاست. من دو تا رو میخوام الان معرفی کنم، دو تایی که خیلی مهمتره براتون. من بنویسم این چهار تا رو: articles, possessives, demonstratives و qualifiers. بچه ها تو دسته وابسته پیشرو اسمی آرتیکل ها هستن. آرتیکل ها همون ا، اند که تو فارسی آرتیکل رو ترجمه کردیم حرف تعریف. پزسیو ها هستن، میشه کلمات مالکیت، هیز، هر. من راجع به این صحبت نمی کنم چون بعداً میخوام مفصل راجع به صحبت کنم. دمنستریتیو ها هستن، یعنی حروف اشاره. و کوالیفایر ها هستن، یعنی کمیت سنج. کمیت سنج ها یعنی چی؟ مثل فیو، افیو، مثل لیتل، الیتل، مثل منی، مثل much، مثل some. این کلمات رو بهش میگن کمیت سنج، مقدار رو مشخص میکنه. پس تو demonstrative ها، تو بسته demonstrative ها، تو بسته وابسته پیشرو اسمی، خودش چهار نوع کلمه وجود داره: article که فقط a and the،
demonstrative حرف اشاره مثل this that possesses مثل his her qualifiers کمیت سنجا هستن. همینقدر رو بدون، همینقدر راجع به آرتیکل ها من بعدا با صحبت میکنم، راجع به کمیت سنجا پوزسیو ها، راجع به دیمونستریتیو ها من بعدا با مفصل صحبت میکنم، فقط دارم انواع کلمات رو بهت میفهمونم و بهت یاد میدم. همین، عجله نکن و فقط همینقدر رو بدون که دیمونستریتیو که من میگم یعنی چی. وقتی بهت میگم اینا بچه ها این کلمات دیترمینر هستن، فقط این عبارت که یک وابسته پیشرو اسمیه، همین برات تدایی بشه نه بیشتر. تا اونجا اوکی، توضیح دیگه ای نداره واقعا این بخش که من الان بخوام خدمتتون بدم. بله همه اینا یه جلسه مفصل و راجع به صحبت خواهم، مخصوصا آرتیکل ها و کوالیفایر ها خیلی مهم هستن، اما الان به همینجا بسنده میکنیم. گفتیم قرار تنه رو بسازیم و بعد بهش شاخ و برگ اضافه کنیم. خب نوع ششم کلمه که خیلی 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 پرکاربرد، خیلی 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 مهمه، نوع ششم کلمه وربز ها هستن. وربز رو دیگه میدونیم، افعال. تو فعل ها من میخوام چند تا دستبندی رو بهتون بگم، لطفا اینو گوش کن چون بعدا تو گرامر ساختاری هی من راجع به فعل ها با صحبت میکنم و فعل ها و نمز ها این دو نوع کلمه خیلی کاربرد دارن، خیلی کاربرد دارن. بیایم راجع به فعل ها یک کمی صحبت کنیم با هم. بچه ها اگه من بخوام فعل ها رو دستبندی کنم، در یک نوع دستبندی میتونم فعل ها رو در یک نوع دستبندی بذاریم، من رنگش رو عوض کنم که پر رنگ تر بشه. در یه نوع دستبندی میتونم فعل ها رو تقسیم کنم به دو نوع فعل، main verbs فعل های اصلی و helping verbs فعل های کمکی. main verbs و helping verbs. main verb ها چی هستن؟ helping verb ها چی هستن؟ نگاه کنید، main verb ها فعل های اصلی هستن، helping verb ها فعل های کمکی هستن. از همین اسمه، از همین ترجمه کمک بگیریم، وقتی یک فعل فعل کمکی هست چه حالتی داره؟ وقتی یک فعل فعل اصلی هست چه کمک داره؟ مثلا به این فعل دقت کنید، go, walk, see, watch، اینا فعل های اصلی هستند. یعنی چی فعل اصلی هستن؟ یعنی وقتی من به شما میگم go، آنچه که باید انجام بشه یا داره انجام میشه کاملا در ذهنتون تداعی میشه. وقتی میگم watch کاملا تو ذهنتون تداعی میشه. وقتی میگم see کاملا تو ذهنتون تداعی میشه. main verb ها، یک کلمه main verb فعل اصلی که به تنهایی معنیش کامل باشه. اما به این نگاه کن، اگه من فعل can که معنی تونستنه بهت میگم can، شما احتمالا میپرسید خب اوکی چه کاری رو میتونه انجام بده، یا مثلا should که معنی بایده، بایدی که معنی suggestion هست، توصیه میکنه. اگه من بگم he should، شما میگی که این چه کاری رو بهتره که انجام بده، باید انجام بده. یا بگم have to که معنی مجبور بودنه، اگه به شما میگم she has to، شما میگی خب اون مجبوری چه کاری رو انجام بده، هی سوال اضافه میشه بهتون. اینجاست که فعل کمکی از فعل اصلی تمیز پیدا میکنه، جدا میشه. فعل اصلی به تنهایی معنیش کامله، فعل کمکی به تنهایی معنیش کامل نیست و برای کامل بشه به چی نیاز داره؟ فعل اصلی. مثلا میتونم بگم can write, should go, have to write. یعنی چی؟ باید یه فعل اصلی کنار یه فعل کمکی باشه. خب حالا بریم راجع به دستبندی های اینا صحبت کنیم. گفتم تمام افعال میشه به دو بخش تقسیم بشه، فعل اصلی، فعل کمکی. فعل اصلی تعدادش خیلی زیاده، بیشماره. فعل های کمکی محدودن. اوکی، حالا راجع به فعل های اصلی یکم با هم صحبت کنیم. بچه فعل های اصلی به دو نوع تقسیم میشن، یا
ترانزیتیون. خب باشه، ببخشید که قطع شد. خب کجا بودیم؟ آها، داشتم براتون میگفتم که فعل‌ها رو میشه به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد: فعل‌های اصلی، فعل‌های کمکی. فعل‌های اصلی به تنهایی معنیشون کامله، فعل‌های کمکی برای اینکه معنیشون کامل بشه نیازی به یه فعل اصلی دارن. تعداد فعل‌های اصلی در زبان خیلی زیاده، تعداد فعل‌های کمکی محدوده. حالا داشتم بررسی می‌کردیم انواع فعل‌های اصلی رو، براتون نوشتم که فعل‌های اصلی به دو دسته ترانزیتیو و این ترانزیتیو دسته‌بندی میشن. فعل‌های ترانزیتیو یعنی فعل‌های که به مفعول نیاز دارن. خب هر فعلی که تو زبان انگلیسی به یه مفعولی برای کامل شدن نیاز داره بهش میگن ترانزیتیو. و فعل این ترانزیتیو فعلی که به تنهایی معناش کامله. مثال بزنم: She walks. اوکی، این یک فعل این ترانزیتیوه، نیاز نداره که یک کلمه دیگه بیاد که به عنوان مفعول باشه. به تنهایی معناش کامله، نیاز به مفعول، نیاز به مفعول نداره، به تنهایی معنیش کامله. اما فعل ترانزیتیو چی؟ She kicks Ali. چه کسی زد؟ She. چه کسی را زد؟ Ali. وقتی فعل کیک رو استفاده میکنید یعنی شما باید یه مفعول بیارید که این زدنه ببینید چه کسی اعمال شده. به این نوع از فعل بهش میگن فعل ترانزیتیو. پس مین فرپ ها رو میتونیم در یه دستبندی به ترانزیتیو و این ترانزیتیو دستبندی کنیم. یه نکته ای رو حالا اینجا میخوام بهتون بگم، راجع فعلای ترانزیتیو. یه دسته محدودی، از افعال ترانزیتیو، یعنی افعالی که برای کامل شدن معنیشون به مفعول نیاز دارن، بای ترانزیتیو هستند. یعنی چی؟ یه دسته محدودی از کلماتی که افعالی که به مفعول نیاز دارن تا معنیشون کامل بشه بای ترانزیتیون. بای یعنی دو، یعنی دو تا مفعول میخوان. احتمالا قبلا این عبارت رو شنیدید: indirect object و direct object. مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم. مفعول مستقیم و غیر مستقیم در جملاتی پیدا میشن که فعلی دارن که by transitive هستن، یعنی وقتی معنیشون کامل میشه که دو تا مفعول بگیرن، که به یه مفعول میگن مفعول مستقیم، به یه مفعول دیگه مفعول غیر مستقیم. من توی یه ویدیویی کامل راجعش توضیح دادم، این لینک رو بالا میذارم براتون اگه خواستید برید اون رو هم نگاه کنه. پس فعل ها به دو قسمت مین ورب و هلپینگ ورب دسته‌بندی شدن. ورب های اصلی یا مین ورب ها خودشون در یک دسته‌بندی به ترانزیتیو و این ترانزیتیو دسته‌بندی شدن. اوکی، و فعل های ترانزیتیوی وجود دارن که اصطلاحا ما بهش میگیم بای ترانزیتیو، که نیاز به دو مفعول دارن. مثلا بذاریم مثال بزنم: He sent him a letter. خب He sent him a letter. فعل sent که گذشته send هست یک by transitive، یعنی برای اینکه معنیش کامل بشه به دو تا مفعول نیاز داره.
مفعول اول و مفعول دوم. مفعول اول یا direct object به اونی میگن که فعل مستقیما روش انجام شده. خب چه چیز رو he فرستاد؟ he sent what؟ چه چیز رو فرستاد؟ letter رو فرستاد. پس این میشه direct object. حالا این direct object به کی میرسه؟ به him، میشه indirect object. من الان خیلی مختصر توضیح دادم ها، یعنی تو این ویدیویی که راجع به direct object و indirect object توضیح میدم کامل توضیح میدم براتون این چطور اتفاق میفته. اما همینقدر رو بدون که ما یک نوع فعلی داریم که ترانزیتیوه، که برای اینکه معنیش کامل بشه دوتا مفعول میخواد، مثل فعل send و بهش اصطلاحا میگن by transitive. در مقابلش این ترانزیتیو ها هستن یه مشخصه دیگه، فعلی که به تنهایی معنیش کامله، نیاز به مفعول نداره، بهش میگن این ترانزیتیو. اما helping verb ها، فعل های کمکی، به چی کمک میکنه گفتیم؟ به یه فعل اصلی. حالا که به فعل اصلی کمک میکنه، مثل can go، should write، have to walk، اوکی؟ اینها که فعل های کمکی هستن که به یه فعل اصلی دارن کمک میکنن، به تنهایی نمیان، خودشون دو دسته هستن. بذار این دو دسته رو براتون بنویسم. اولین دسته شون مودالز، دومین دستشون آگزیلریز. من راست شما خواهی نمیتونم چطور باید این دو کلمه رو ترجمه کنم، برای همین هیچ وقت این دو کلمه رو ترجمه نمی کنم. تو فعلای گرام، تو کتاب های گرامری که مثلا سطح بازار هست و اینها، اینا هم گفته فعلهای کمکی. اما من میخوام اون دسته بزرگتر رو شما به عنوان فعل کمکی بشناسی، بدونی که این دسته بزرگتر فعل کمکی خودش دل خودش دو تا دسته دیگه داره، یک فعل‌های مودالز، دو فعل‌های آگزیلریز. برای اینکه درک کنیم من میخوام چی بگم، بیام راجع مودالز ها صحبت کنیم. ببینید بچه‌ها، کلمه مودالز از کلمه مود میاد و مود هم به معنی حالته. فعل‌های مودالز، فعل‌های کمکی از نوع مودالز، مثلش براتون بزنم، مثل should، مثل can، مثل could، مثل have to، مثل has to، این کلمات این شکلی یک حالتی رو به فعل اصلی اضافه می‌کنن. وقتی شما should رو به فعل اصلی اضافه کنی، یعنی شما داری suggest میکنی، پیشنهاد میدی که علی مثلا اگه این کار رو انجام بدی بهتره، علی should go to، اگه بدی بهتره. اگه من به شما بگم علی can write، یعنی شما داری میفهمید که علی این ability رو داره، این توانایی رو داره که بنویسه. یعنی یه مفهومی، یه حالتی رو به فعل اصلی اضافه کردیم. اگر به شما بگم they have to go، یعنی الان دارم به شما میفهمونم که اونا مجبورن که برن، دیگه اینجوری نیست که بخوان یا نخوان، مجبورن برن. این حالت اجبار رو بهش اضافه کردیم. به این نوع از فعل‌های کمکی میگم مودالز، که از کلمه مود میاد این کلمه، یعنی حالت. چه حالتهایی رو اضافه میکنه؟ معمولا حالت توانایی، حالت پیشنهاد، حالت اجبار رو اضافه میکنه. تعداد کلماتی که در این گروه هستن محدودن، برای همین توی ویدیوی جداگانه، الان نه، اصلا نیازش هم ندارم که براتون توضیح بدم، حتما راجع به مودال ها صحبت میکنم، میگم اگه میخواستین اجبار رو بگین چطور بگین، اگه میخواستین سجستشن رو بگین چطور بگین، اگه میخواستین توانایی رو بگین چطور بگین. اوکی، در یه جلسه جداگانه تفاوت will، would، can، could، shall، should اینا رو براتون توضیح میدم. اما فقط هدف من الان اینه که شما این کلمه رو بشناس، که این کلمات یعنی یه حالتی رو به فعل اصلی اضافه میکنن. اما auxiliary ها چی هستن؟ auxiliary ها هیچ حالتی رو به فعل اصلی اضافه نمی کنند، هیچ حالتی. اما برای اینکه بتونم فعل اصلیم رو منفی کنم، برای اینکه بتونم فعل اصلیم رو سوالی کنم استفاده میشن. auxiliary ها هم تعدادشون محدود بچه ها، auxiliary ها هم
تعدادشون محدوده. من ترجمه نمی کنم به این دلیل که واقعا نمیدونم بعد اگزیلری رو چی معنی کنم. اگزیلری برای من همیشه مودال ها برای من همیشه مودالن. بله مودال یک نوع فعل کمکیه، اگزیلری یک نوع فعل کمکیه. ببینید بچه اگزیلری ها تعدادشون محدوده. فعل های بی، وقتی میگم بی یعنی این بچه ها am is are was were و been. فعل بی این اگزیلریه. فعل دو که دو داز و دید هست این اگزیلریه. فعل هف بچه ها هفی که به معنی داشتن هست نه هف فعل هف این اگزیلریه. Have, has, had. اینجا نقطه رو بنویسم. نقطه. اگر فعل have یا has یا had به معنای داشتن، مثلا I have a book، به معنای داشتن، دارا بودن باشد، فعل اصلی است چون معنیش کامله. اوکی پس شما میگید این هوا هز و حد اگزیلری کجا کاربرد داره؟ بهت میگم اجازه بده فقط تو همین رو بدون. هر جا دیدی هف وقتی دارم جمله رو میخونم معنی داشتن نمیده، داشتن معنی اصلا معنیش با داشتن کامل نمیشه، بدون که اگزیلریه. هر جا دیدی هف که به نظر تو باید معنی داشتن بده اما همراه با یک فعل اصلی اومده پس معنی داشتن نمیده و یک اگزیلریه، من بهت میگم کجا کاربرد داره اما فقط همین رو بدون که یک اگزیلریه. بچه یه نکته دیگه اینجا هم میخوام بهتون بگم. پس من اومدم فعل ها گفتم main verb helping verb، تو main verb ها گفتم این رو یاد بگیر transitive یا intransitive. کجا چک کنم transitive یا intransitive؟ تو دیکشنری. فعل ترانزیتیو یه نکته گفتم بعضی از افعال ترانزیتیو دو تا مفعول میخوان که بهش اصطلاحا میگن بای ترانزیتیو. بعد گفتم هلپینگ ورب ها فعل های کمکی فعل های اصلی رو کمک میکنن، خودشون دو نوعن، یا مودالن یک مود یا حالت رو اضافه میکنن یا اگزیلری ان یعنی مود و حالتی اضافه نمیکنن بلکه در منفی کردن جمله، در سوالی کردن جمله استفاده میشه. یه نکته رو معرفیشون کردم این نوع افعال رو، یه نکته رو راجع به هف گفتم هف اگه به معنی داشتن باشه فعل کمکی نیست، اگه هف تو جمله همراه با یه فعل دیگه بیاد فعل کمکی، اون وقت معنی داشتن نمیده ها. میخوام یه نکته دیگه رو اینجا براتون بگم. اون دستبندی که از فعل بی دادم گفتم am is are was were been، اگه دیکشنری داری، اگه کتاب زبان داری، مثلا کتاب زبان دوره دبیرستان تو داری یا کتاب زبان آموزشی داری، برو به صفحات آخر این کتاب نگاه کن، میبینی یه چارتی بهت داده راجع به افعال. ببینیم بچه ها ما راجع به افعال یه چارت رو یاد باید بگیریم که بهش میگن حالتهای سگانه فعل. مثلا بذاریم من مثال بزنم براتون، فعل گو رو براتون مثال بزنم و فعل walk رو براتون مثال بزنم. To go و to walk. ببینید بچه اگه تو اون نگاه کنید، ختم کشه، اگه تو اون صفحه نگاه کنید، من میخوام راجع به این صحبت کنم که هر فعلی سه قسمت اصلی داره که وقتی ما یه فعل رو یاد میگیریم بعد این سه قسمت اصلی رو یاد بگیریم. یکیش مصدر بدون تو هست که بهش میگن infinitive. یکیش گذشته است، زمان گذشته است که بهش میگن past. و یکیش هم حالت سوم فعله، حالت سوم فعل که بهش میگن past participle، بهش میگن past participle.
اوکی؟ حالت سوم فعله که بهش میگن پست پارتیسیپل. خب اگه فعل گو رو نگاه کنی ببینیم ما یه مستر تو گو داریم، مثال بزنم تو فارسی ببینیم مستر یعنی چی. مستر این کلمه است، رفتن، دیدن، شنیدن. مستر رو تو فارسی چطور نشون دادیم؟ اینجوری گفتیم دیدن و شنیدن. برای اینکه مستر رو در زبان انگلیسی نشون بدیم بهش تو اضافه میکنیم، بهش میگیم تو گو، تو واک، تو سی، تو واچ، تو لیسن، تو هیر. اینا مسترن. هر مستری سه حالت داره. یک، مستر بدون تو، یعنی فقط تو رو ازش حذف کن، میشه گو، میشه واک. گذشته، زمان گذشته بود، گو میشه went، واک میشه walked. و پس پارتیسیپل حالت سوم فعل، گو میشه gone، واک میشه walked. شما وقتی یه فعل جدید یاد میگیری بچه ها باید به این چارته مسلط بشی مربوط به اون فعله. مثلا اگه فعل listen رو یاد میگیری باید چک کنید که حالت گذشته و حالت پست پارتیسیپلش چیه. وقتی فعل hear رو داری یاد میگیری، وقتی فعل watch رو داری یاد میگیری، وقتی فعل plug رو داری یاد میگیری، وقتی فعل write رو یاد، هر فعلی که یاد گرفتی باید چند تا چیز رو باش برایش بررسی کنی. اول بررسی کن transitive یا intransitive. دوم بررسی کن که حالت گذشتهش چه شکلیه، حالت پست پارتیسیپل یا قسمان سوم فعلش چه شکلیه. چرا؟ من یه اشاره کوتاه کنم که چرا. چون وقتی من دارم راجع به زمانها صحبت میکنم نیاز دارم حالتهای متفاوت یک فعل رو بدونم. راجع به زمانها من تو جلسه بعدی یه مقدار کوتاه براتون توضیح میدم، ولی بدونید ما حالت گذشته، آینده و حال داریم و هر کدوم از این حالت‌ها اسپکت‌های جنبه‌های متفاوتی دارن که من باید تو زبان انگلیسی اونا رو بیان کنم. برای اینکه بتونم اونا رو بیان کنم باید حالت‌های مختلف فعل رو بدونم، گذشته‌اش رو بدونم، پست پارتیسیپلش رو بدونم. پس حتما وقتی یه فعل جدید یاد می‌گیری باید بری پستش رو چک کنی، پست پارتیسیپلش رو هم چک کنی. چرا میگم چک کن؟ به این دو تا مثالی که من زدم نگاه کن. فعل گو تو حالت گذشته، فعل گو تو حالت گذشته شده went، اما فعل walk شده walked. فعل گو تو حالت پست پارتیسیپل شده gone، اما فعل walk شده walked. این رو من تو گرامر ساختاری خیلی بچه ها بهش نیاز دارم. فعل های اصلی به دو حالت regular، به این حالت که ایدی میگیرن میگن regular، بان قاعده، و به حالت irregular، بی قاعده، به تبدیل به گذشته و پست پارتیسیپل یعنی زمان حالت سوم فعل میشن. من باید بدونم فعلی که دارم استفاده میکنم برای اینکه گذشتهش کنم ایدی بهش بدم یا نه اصلا یه شکل دیگه داره، تا بتونم اون مفهومی که میخوام رو انتقال بدم. تا اونجا رو نگه داشته باش، خیلی نمیخوام راجع به فعلها الان برای صحبت کنم. راجع به فعل تو جلسه آینده هم یه سری توضیحات دیگه میدم، مجبورم راجع به فعلها مجبورم زیاد صحبت کنم، چون فعلها و اسمها شالوده اصلی کار منن، من مجبورم راجع به اینها زیاد صحبت کنم. برای همین الان میخوام تا اینجایی که گفتم برای جمع‌بندی کنم. گفتم که نام چیه، پرونام چیه، پرپوزیشن چیه، ادجکتیو چیه. تو این جلسه راجع به دمونستراتیوز، وابسته پیشرو اسمی و وربز افعال صحبت کردم. رو دمونستراتیوز گفتم فقط یاد بگیر که وابسته است پس تنها نمیاد، پیشرو پس پسرو نیست، قبل اسم میاد نه بعد اسم، و اسمیه یعنی همراه با اسم، فقط اسم میاد نه همراه با صفت و قید و چه و چه و چه. گفتم تو ظرف وابسته پیش رو اسمی چهار تا قسمت داریم، چهار تا چیز داریم. یک demonstratives، possessives، qualifiers ها و articles ها. articles ها a and a اونجایی که شما تو گرامر خیلی میلنگید، qualifier ها یا کمی از سنچه اونجایی که تو گرامر خیلی میلنگید. پس همین رو گفتم فقط یاد بگید. گفتم تو demonstrative ها این چهار تا چیز رو یاد بگید، بدون اینا جزئی از demonstrative. تا اینجا اوکی؟ بعد راجع به فعل ها صحبت کردم. فعل خیلی توضیح داره. گفتم ما فعل ها رو در دو دسته میتونیم قرار بدیم، یه ظرف مین ورب هستن، یه ظرف هلپینگ ورب ها هستن. مین ورب ها به تنهایی معنیشون کامله، هلپینگ ورب ها به تنهایی معنی کامل نیست، با
باید برای اینکه کامل بشن به یک مین ورب بچسبن. گفتیم حالا مین ورب ها رو بیاییم بررسی کنیم. گفتیم تو خود مین ورب ها دو دسته میشونیم ایجاد کنیم، یا فعلمون نیاز به مفعول داره یا فعلمون نیاز به مفعول نداره. اونی که نیاز به مفعول داره رو بهش میگن ترانزیتیو، اونی که نیاز به مفعول نداره رو بهش میگن اینترانزیتیو. یه نقطه بهش دادم، گفتن این فعل هایی که نیاز به مفعول دارن بعضی هاشون نیاز به دو تا مفعول دارن که بهشون میگن بای ترانزیتیو. چرا بای ترانزیتیو ها رو گفتیم؟ برای چی گفتم؟ گفتم چون بعداً من دایرکت آبجکت و ایندایرکت آبجکت رو برات معرفی میکنم، مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم رو معرفی میکنم. تو باید بدونی چی شد که مفعول مستقیم و غیر مستقیم معرفی شدن. هر فعلی که ترانزیتیوه، یعنی به مفعول نیاز داره و به دو مفعول نیاز داره، حتما یه مفعولش مستقیمه یه مفعولش غیر مستقیمه. گفتم یه لینکی هست اونجا، اگه خواستی برو توضیحات بیشتر رو ببین، من بعد هم یه اشاراتی باز میزنم بهش. بعد گفتم بیا رو helping verb ها. تو ظرف helping verb ها هم دو دسته وجود داره، یا مودال هستن یا auxiliary ها. مودال ها از کلمه مود میان، یه حالتی رو به فعلم اضافه میکنن، یه اجبار، یه توانایی، یه توصیه ای رو. من راجع به مودال ها صحبت میکنم، محدود هستن، میتونم کاملا برای توضیح بدم. اما یادت باشه که وقتی میگم مودال یعنی یک حالت به فعلم اضافه شده. مثلا شما فعل go که یک فعل استیره، وقتی بهتون میگم will go، شما میدونید که این حالت آینده رو داره، در آینده است. یا walk، وقتی میگم can walk، شما میدونید حالا توانایی راه رفتن رو داره. وقتی میگم write و بگم have to write، شما میدونید که الان مجبوره که بنویسه. به این فعلهای کمکی میگم modals. در کنار اون نوع دیگه از فعلهای کمکی وجود داره به نام auxiliary ها. auxiliary ها فعلهای کمکی هستن که حالتی به فعل من اضافه نمی کنن. پس چرا استفاده میشن؟ میان استفاده میشن تا بتونیم فعلهای کمکی رو حالت سوالی بهشون بدیم یا بتونیم منفیشون کنیم. محدود هستن، براتون آوردم. گفتم have has had، am is are was were been و فعل do does did. نکته گفتم بهتون، گفتم هر وقت have به معنی داشتم باشه، اون وقت این یک فعل کمکی نیست. یه نکته دیگه هم بگم، هر وقت do به معنی انجام دادن باشه، I do it به معنی انجام دادن باشه، یک فعل کمکی نیست. بذار این هم بنویسم، به نظر نیازی که این نکته رو هم بنویسم براتون. راجع به دو اینها دارم می‌نویسم. نکته، هرگاه دو، وقتی اصلا میگم دو یعنی دو داز دید، وقتی میگم هر یعنی هف هست هد، وقتی میگم هرگاه دو به معنای انجام دادن باشد، آنگاه فعل کمکی نیست، فعل اصلی است. اوکی؟ پس این رو هم دقت کن بهش. بعد گفتم راجع به فعل ها یه چیزایی هست که راجع به هر فعلی باید یاد بگیرم. وقتی من یه فعل جدید رو یاد میگیرم، اول چک کنم که مین ورب یا هلپینگ ورب. این که خیلی چک کردنش راحته چون محدوده، معمولا مین ورب هستن. وقتی یه مین ورب یاد میگیرن چک کنم که ترانزیتیو یا این ترانزیتیو مفعول میخواد یا نمیخواد. و وقتی یک فعل رو یاد میگیرم بهش برم یاد بگیرم که حالت پست و پست پارتیسیپل، حالت گذشته و گذشته، حالت گذشته و حالت سوم فعلش حالت رگولر دارن، یعنی با ایدی تبدیل به گذشته و حالت سوم فعل میشن، یا حالت ایرگولر دارن، یعنی بی‌قاعده هستن و نوع جدیدی ایجاد میشن و بعد اونو یاد بگیرم. تا اینجا رو داشته باش. من تو جلسه بعد بهت میگم که چرا من باید حالتهای سگانه فعل رو یاد بگیرم. یه مقدار خیلی کوتاه راجع به زمانها برای صحبت میکنم، کاربرد زمانها رو نه، فقط راجع به انواع زمانها با آن صحبت میکنم. بعد میریم انواع دیگه از کلمات که باقی موندن رو با هم مرور میکنم. اگه میخواییم ویدیو جلسه بعد رو از دست ندی، یاد باشه که حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، اون زنگوله رو هم بزن تا به محض این که ویدیو جدید برگزاری کردم بیای ببینیش. یاد نری که اگه هم خوشت اومد از این ویدیو، حتما اون لایک رو بزن تا بقیه بچه هم بتونن به این ویدیوها دسترسی داشته باشن. تا جلسه بعد، یا علی، خدا نگهدار.